ایران ما، کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بیبدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظارگر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های اینچنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می‌کنم تا در مجموعه‌ای مستند به نام پارسین زیبایی‌های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. یکی از خصوصیات مهم روستای فشک، فاصله اندک این روستا با جاذبه‌های طبیعی منحصر به فردیه که میتونه افراد مختلفی رو به اینجا جذب کنه تا از این ویژگی‌های خاص بهره ببرن. از چشمه‌های زلال روستای فشک میشه به چشمه جیرخانی و جیری رز اشاره کرد که در قدیم و در دوره‌های خشکسالی تنها منبع تأمین آب مورد نیاز مردم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بازش کنیم دیگه. آره. بریز. آش. لباس پلوخوری مرسوم نیست یا؟ نه لباس کار بپوشی دیگه. با لباس پلوخوری من این نمیشه. نمیدونستم میخوای از ما کار بکشی. لباس کار نپوشیدم. نیاوردم. یا تو نه. نه بابا جان من کلی خودم خب از اون رو نزنه بیرون چه آب بیارم برو یه دونه آب بیارم شش آب بریز مهتی زیاد نریز بریز رو شلوارم بریز هنوز اون بریز گلی بشی که قدر ما رو بدی یواش 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 نمیشه گلی نشم قدر تو بدونم؟ نه دیگه باید همرنگ من بشی جنگی هستی خاکی دیگه احتمالا من خاکی کردم بزنم باید یاد بزن اینجوری خواستم دست پایینده نگهدار آره وای موش بیشتر مینداختم داخلش ها آره بندازیم این چقدر خاصیت موش یه لفخم میزنیم چقدر موقع فوتش داشت لفخم میزن آب یعنی بگیم من دستم اول بشورم این رو بکنم آره.
فقط دست پنجه نگه دار. همه جاش بگیر. یه چیزایی داری یاد میگیر؟ یاد میگیرم. یاد میدم. تو زمستون اصلا قابل باوره که اینقدر هوا گرم بشه؟ سطل رو که نمیخوای ببرم دیگه. سطل رو ببرم. اینو چی؟ کدوم ها؟ اون بذار باشه لازم شد. این چی میگی؟ اونو میگیم با زبان خودم کشک کلنده. کشک کلنده؟ کشک کلنده یعنی کلنده کوچیک. این کلنگ کوچیک؟ کلند. کلند؟ کلنگ دو سره. یه سره میدونم میدونم. اینا فکرم کلند از کلنگ میاد. نه نه اون کلنگ جدا. اینو میخوای؟ آره شما یه دونه تیز کن. یه دستور قبلی تو اجرا نکردی دستور بعدی تو میگی. آره دیگه. کوچک کلنده ها. کوچک کلنده ها. کوچک یعنی کوچیک دیگه. کوچیک دیگه آفرین. اون سنگا رو بده من اون سنگا رو. این سنگا باعث میشه دور چوب بذاری خب این سنگ نمیپوسونه. سفت میگن. سنگ نمیپوسونه. به این میگیم نیاز. نیاز؟ نیاز. این نیاز باعث میشه باران که میاد این دیوار رو چی خراب نکنه. بگیر اینو بگیر. اینو من نگه میدم چند تا ضربه بزنم بیاد تو. کل ساختمون داره میریزه. خودت بدنی؟ نه خودت بدنی ضعیفه. صبحانه ندادی به ما میگه خودت بدنی ضعیفه؟ شوفی میکنم صبحانه دادی صبحانه خوبی هم دادی. خب یه دونه بلنده اون بلنده رو من بده. اینجوری بخوای بکنی از فردا نیا. واقعا؟ آره دیگه. از خودم بریم کار فیلم برداری رو رسیم. اومدیم اینجا اصلا فیلم بسازیم ها. ما رو به کار گرفتی بیا. خب. کجایی؟ این طرفش بالا نباید بیاد. چون این قوزه؟ آره. خب. بیا. چون بارو بیا. وسط خالیه نداره؟ این فندق خیلی سفته. اندخت شو به خوبیه. همینا رو آوردی؟ میخوای یه قاطر بردارم برم واسه یه بار چوب بیارم. نه یک کجه بباره یه در صافش کنیم. مرمت خونه های قدیمی به نظر شاید خیلی ساده و پیش و پا افتاده بیاد، ولی اگر به درونش بریم، اگر به عمقش بریم، میبینیم که کار خیلی پیچیده و فنیه و هر کسی از پسش بر نمیاد. خیلی راحت این آقا رمزون ما میتونست از کنار این بگذره و سال بعد اینجا خراب میشد، سال بعدترش این دیواره میریخت و شاید 3-4 سال دیگه هیچ اثری از این ساختمونه باقی نمیموند. ولی آقا رمزون براش خیلی مهم بود و از شهر برگشته اینجا تا خونه پدریش رو، تا بنای قدیمی که بالاخره از پدرش بهشون رسیده به نحو احسن حفظ و نگهداری و مرمتش کنم. خشن شد؟ خیلی خوب شد. خودش کرد. آره. من فکر نمیم اینقدر داخل اینا اینجور انباشته از چوب بشه و قشنگ همه منفذا رو تو پوشوندی. خواستیم مرمت کنیم؟ نه، نه بینم اشکر. اشکر؟ اشکر. اشکر؟ آره. این اشکر باعث میشه چی؟ گلا نره پایین. گلا نره پایین، آره. این الان کمه، باید بریم بیاریم. حالا اینا؟ اینا چون از قبل امتحان داریم میکنیم؟ نه، اینا رو چیز کردیم. باید بریم باز بیاریم. آره، این نه. اینا رو دیگه دور نریختیم. بذاریم دوباره بریم بیاریم. برو درسش هم بخون. حتما. باور کن از پسش برمیاد. حتما. رشته حفظ و مرمت بناهای تاریخی. اینو سعی کن دستبندی کنی. همینجوری دستبندی؟ آره. در یه اندازه‌ای ردیف باشه که خراب نشه دیگه. این گل باید نگه داره. چند سال الان این خونه ساخته شده؟ این خونه حدودا اصلا بودی نبودی؟ 40 سال؟ نه اینجا یادم نیست.
خیلی سال بودن میشه ساخته شده. خیلی قدیمی نیست؟ نه دیگه قدیم. خب این به مرور زمان وقتی آب بیخوره آره یواش یواش این مثلا ممکن ولی این نیاسا رو هر چند وقتی باید یه عوض کنی تعمیر کنی اینجا آره تعمیر کنی که بتونه خودشو نگه داره چون مهمتر از همه است اینه دیگه این باعث نیفتی نه نه نمیفته این باعث میشه اون دیواره چی آب نخوره الان این پایین دقت کردی که دیواره قشنگ خیس شده آره خب شسته شده میگه بیلو تمیز کنم بدار گل را بشو بریفتش را بره آره روون میشه آفرین بدار گل را بشو این ترسم این ذره محکم بیل بزنم سقفو بکنم بریزه این چل شد خوبه آبا بیار مهدی نه بیا از فردا بیا یا اوکی بذار بذار روی چوبه چوبه بذار بخار اخلاق نداری که داد میزنی اخلاق عوض بکن نه پایین نه میره از اول بهت گفتم گل کمی گفتی نه یه تجربه نداریم ما حرف بزرگتر از پدر آموختیم چیز از سخت بکنیم که آوردیم سخت نمیشه که نه یه دونه اینجا بزرگیم یه سنگ بخواب اینجا باید یه داره گوته باشه اینجا رو میخوایم ناودا میذاریم برم این دسته من ببخشید از بیت خواهش میکنم پولشو میگیریم آها حواسم بس که اینقدر لبه نرو دیگه نه دیگه محکم بزمینه بمانه بهتره خب خوب تقیقه بزنی بری داخل تر؟ نه خوبه آها آها همهشو خراب کردی خوب تمام تمام مثل این میگفتی زودتر بیایم برای فیلم برداری برای فیلم برداری میخواستی نقشه داشتی میخواستی کار بکشی از من رفیقم رفیقای قدیم ها صبح بلند شد من کارو بتراشم نرو اینقدر جلو آقا جلوتر خیلی سخت من خیلی بیل زدی خیلی زحمت کشیدی خسته شده جلوتر سخته یک سری نمیشستی دستی بردی ارد دادی وجدانم تو این برو نگاه کن با دست دادی اون برو نگاه کن خودم هاش این طبعه خودت ببین ببین دیگه خب مستاکی بوده نه بنا اگه مادر بیراد نگیره خوب آخرش باید مادر آره تایید کنه ناظر باید تایید کنه ناظر اونو مهندس ناظر مهندس ناظر مادر تایید کنه اون قدیمیه دیگه احجت خانومه احجت خانومه چه اسم قشنگی بود قدیمیه دیگه بذارم این تایید کنه ناراحت میشم رمز اون دفعه بعد از این کارا داشتی من نگی ها آره بگو که بیا اینجا به
این موضوع خیلی خوب دوباره پیش اومده. آها، فیلم بگیم. آره. ببین آقا ببین یه چایی به ما بده حتی. آره، چایی بخوریم. از تو چه نخوریم؟ بسه آقا، بس. بریم، باش. این به هم، اینو نه، اینو اتصالات شو درست کن، بعدم میگی. بعدم میگی شما نذاشتی. خسته نباش. خسته شما درد نکنه. خسته شما درد نکنه. عیدی ما فراموش نکنه. حالا عید نزدیک هست که. موقع زغالخت فندق بیایید ان شاء الله. آها. بعد سر خرمن. نه دیگه بیایید دیگه. نمی الان عیدی نمیدین که بیاید. آقا الان قراره که ما حداقل چایی که میدین. چای آره. چای بده. میتی کار چطور بود؟ خسته کننده نبود که. اصلا. از شما که عالی بود دیگه. نه واقعا تو خسته شدی. چون زیاد دستور دادی. خب یه وردست میخواستیم. وردست، پادو. وردست. آخ، دعا بدن. دو سر شد. حیفه، واقعا این روستا از بین بره با این سبک، با این معماری قشنگ. این ساختمونی که شما میبینی، اینجوری داریم درست میکنیم. یه حداقل 50 سان چیزشه، دیوارشه. این گل باعث میشه زمستان گرم بمونه، تابستان خنک. خنک، یعنی واقعا این طبیعیه، اصلا هست. این جمعه رو من چند بار تو فیلم گفتم، همیشه میگم. آره، این واقعا این خونه ها، آره. زلزله 68، این زلزله خیلی آره. چیز اومد. مهیب. خیلی مهیب بود. مثلا این تکون نخورد، با این که مثلا گل بود، با این که این همه چیز بود. چرا بعضی ساختمان هایی که این مدار ضعیفتر بودن، قدیمی تر بودن، این ترک های کوچولو خورد. بعد این چوب هایی که وسط دیوار ها میذارن بعضی ها، حالا اینجوری؟ آره. از هر چند ردیفی چوب میذارن اینو بخاطر داخل وسط دیوار یعنی شما این دیوار رو در نظر بگیر، این دیواره چوب میذارن بعد بین چوبا یه تخته میذارن بعد میخکوبه، این یه دیوار میشه، بعد روی اونو دوباره چی ادامه‌شو میان بالا. خوش این خواه. آره، این باعث میشه هم دیوار ترک نخوره، هم انعطاف‌پذیر باشه برای در مقابل زلزله. مثلا بعدا میخوام یه دری برداریم یا پنجره مثلا بذارم، خب دیگه کل دیوار رو نشکافن یا خراب نکنن. از اون چوبه به پایین شما اگه بخوای دیوار برداری هیچ اتفاقی نمیفته. آره دیگه. آره چی میگم؟ آره. تاقه دیگه. آفرین. خیلی خوب بود. اگه اون چوبه بیشتر استفاده میشد که محکم‌تر میشد. کم پیش میاد. میگم من باز بارها و بارها قبلا بهت گفتم کم پیش میاد تو ایران روستای انقدر بکر مونده باشه، هرچند روستای شما هم دست خورده سختای عجیبه. آره آره دست شیروانی شما سخت های عجیب غریب. الان شما میگه ایزوگام یا مثلا شیروانی. اکثر این وقتی مهاجرت میکنم پدر مادر پیرن دیگه، اینجا وای میسن. بچه‌ها که میرن اون پدر مادر نمیتونه مثلا اونجوری که باید مواظبت کنه نمیتونه، بعد میخواد برف سنگین میاد نمیتونه بارو کنه. اون باعث میشه که چی بود میگفتین؟ مشکر هم از این حلوا درست میشه. مشکر هم از این حلوا درست میشه. اینقدر امروز سر من داد زدی زدم گرفته. آره آره، اون مشکر که میگن اونم از این حلوا درست میشه. خاک اندازی که چیز میگن اونم از این حلوا درست میشه. یعنی اینجوری بهت بگم هیچ چیزو ما دور نمیریزیم. الان من بعضی موقع همین همسن سالای خودم که تو شهر هستن برای هم ساخت و ساز روستا همیشه گفتم شما، منی که تو شهر زندگی میکنم میخوام بیام روستا، اگر روستا رو بخوام همون نفت درست کنم مثلا شهری درست کنم، ده فرقش چیه؟ حداقل فرق کنه روستا با اونجا فرق کنه. آدم ببینه که میاد تو روستا چه آره، آره. فرقی میکنه تو اون شهر. آره میگم آقا اگرم میخواهید بسازید به همون سب بسازید، همون مرمتش کنید، کاگل کنید، هر تمیز خدا اون زیبایی خودش از دست نده. من خودم عاشق این آب و هوا، عاشق این روستا. هر زمان دو شما یه چند به شعری هم درباره این روستا، درباره آب و هوا گفتم عجب آب هوایی داره مله، عجب رسم رسومی داره مله، از اون فندق بگو که خیلی خوبه، عجب اخت زغالی داره مله. آخرش خوب بود، به خوراکی میرسه. گفت بیم بین این نسیم خارو چشمه، چه جای باصفایی داره مله. این خارو چشمه، یه چشمه خارود این بالا داره. کل این هفت پارچه آبادی، البته فقط آبخوجان، بقیه از این آب استفاده میکنن. زیبایی بهار، زیبایی قشنگی داره، هم آب فراوانی داره، یعنی واقعا یه چشمه بی نظیریه. تو علمود، یعنی بعد از یه دانه چشمه بالا، بعد از وگل خاروده. یعنی خارود واقعا چشمه قشنگیه. بیم بینی نسیم خارو چشمه، چه جای دلگشایی داره چشمه. همه صفای آدیمانی قربان، همه کاگلی خونانی قربان.
همه صفهای آدیمان، یعنی آدیمان اون مردها، اون زنها، اون یعنی من خدا وکیلی همیشه این پیر مردها پیر زنها رو میگنم، یعنی عشق میکنم که یعنی میگم اینا برکت روستان، یعنی حیفه من... آره حیفه از بین بره. سازای من، سازای همین ساز بهش میگم سازای معمولی با نی، هم در با دهل، هم در عروسی ها، هم در مثلا بخوای تو باقی پندخشین دایره دهل و نی، آره همین سازا معمولا از همیشه استفاده میشده، چه از قدیم چه از جدید، برای عروسی ها، برای عروس بردن، برای جهاز بردن، برای شتی بردن، برای نمیدونم میخوان جهاز هر کاری میخواستن بکنن، یعنی با اینا انجام. آره ساز و دهل معمولا بیشتر سازو الان هم عروسی ها مثلا یه خورده بهتر چیز شده، ارگ اینا میارن، با ساز و دهل کنارش هست. آره عجب آب هوا موی دور ماله، عجب رسم رسوم مومی دور ماله، خود از آمون فندق بگوم که خیلی خوبه، عجب عقد زبانی دار محله، خود بیان بین نسیم خامر چشمم، چه جای دلگشایی دار چشمه، بود همه صفای آمادی مامانی غربان، همه کاغلی خام نانی سلام علیکم. سلام علیکم. خونه مال چند سال پیشه؟ خونه تقریبا اینجا اونجا هم باغ بود، الان در حدود 40 سال ساختم. 40 سال؟ آره. یعنی 40 سال پیش هم با خشت خام می ساختن؟ خشت خام، آره. همه این دوستا خونه‌هایی که ما دیدیم خشت خام؟ همه خشت خام، بله. اونجا آسیاب هم داشتید شما؟ آسیاب این ده نداشتیم، بله ده پایه به نام روح‌آباد. روح‌آباد داشت؟ آره آسیاب داشت. ما چهارباه بار میکردیم گندم، جو، حتی نخود میبردیم، آرد میکردیم، اونجا میبردیم، میآوردیم. آره سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. پس اینجا نداشت، میرفتید روح‌آباد؟ نه اینجا نداشت، عرض کردم روح‌آباد داشت، خارود. خارود بالاست، به نام رشتین. آها مال اونا بود. سنگای آسیاب چی؟ اونا هم داشتین؟ سنگای آسیاب دو تا بود. یک متر بر یک متر وزنشان تقریبا به این قرصی، یکی پایین بود، یکی بالا. وسطش یه چوب. سنگ اصلی آسیابای بزرگ رو میپرد. آره. آسیابای دیگه چی؟ برای مثلا کوبیدن چی؟ یا آره. سنگ آسیاب کوچیک چی؟ اونم داشتن. دست از این دستی هم داشتن. دست آسیاب. دست آسیاب. برای گندم جو کوبیدن هم یه رقم سنگ بود، وسطش تقریبا گود بود انقدری، جا میریختن یه سنگی انقدری از این لوله سنگ ها، میگفتن مشته، استوانه. آها مشته، میگفتن مشته. خانم ها میرفتن آنه میکوبیدن و میآوردن، با اون میکوبیدن، با اون میکوبیدن اون سنگ و به این سنگینی خانم ها میکوبیدن. آره همزه عادت کرد به قدیم ها. آره اون گندم برای آرد که نبود که، برای نون پختن که نبود. چرا؟ کلا نه، اونی که میکوبیدن بیشتر برای غذا بود. آش درست میکردن. آش گندم. گندم آش. بله گندم آش.
لبز یه نوع آش خیلی معروف دارن اینجا که بهش میگن گنم آش. این گنم آش رو بعضی وقتا داخل ظروفی مثل ظروف دیزی میریختن، آمادش میکردن و از شب میذاشتن داخل تنور، تنورهایی که ازش برای پخت نان استفاده میشد میریختنش داخل تنور و صبح اون آش آماده میشد و خیلی از روستایی ها برای صبحانه از گندم آش یا آش گندم استفاده میکردن. استفاده میکردن، بله درسته. خیلی هم خوشمزه میگن بود. ما یک بار خوردیم. حتی میبردن تو باغ تابستانا. مثلا میبردیم سر و پشت این کوزه کشاورزی بود. من خودم بردم مثلا 100 تا کوزه. میبردیم اونجا اونجا. میبردیم اونجا زوری جمع میشدیم بابا بچه ها همه میخوردیم. دیگه از این خبرها نیست دیگه، رفت الان خودم به درد بیام. کی حالشو داره؟ آره دیگه واقعا حالشو نداره. الان نسبت به قبل که این همه همه چی عوض شده، پیشرفت کرده، امکانات اومده، الان بهتره یا قبل؟ الان شما این موقعیت رو ترجیح میدید یا گذشته رو بهتر میدونید؟ من گذشته رو ترجیح میدم. چرا؟ از لحاظ رم و مروت و وجدان و همه چی سابق بهتر بود. چرا که مردم ساده بودن، خونگرم بودن. حتی پنج شومن پول تو جیبت بود، من متوجه شدی که شام ندارم، پنج شومن نصب میکردی. تو 500 مال من، تو 500 مال شما. حالا من یه برج دیگر، در رو دیگر بهت رد میکردم. یعنی انسانیت بیشتر بود؟ خیلی، خیلی. حتی 2 کیلو برنج خانه شما بود، 1 کیلو هم میدادی به همسایه که شام نداشت. الان چه این چیزی نیست؟ نه، الان اصلا همه چی عوض شد. من مزاحمتون نشم، خوشحال شدم. با اجازهتون، خدا حافظ. خدا حافظ. قربان شما. امروز جوانان زندگی و کار در روستا رو دوست ندارن و بیشترشون به دلیل اینکه کار مناسبی براشون مهیا نیست ترجیح میدن به شهرها مهاجرت کنن. به گفته اهالی علل مختلفی از مهاجرت روستاییان مخصوصا جوانترها وجود داره. یکی اینکه وقتی پدر یک خانواده باغ و زمین و مال و اموال خودش رو بین چند فرزند تقسیم میکنه، زمین وسیعی برای کارهای کشاورزی و باغداری و امرار معاش فرزندان باقی نمیمونه. بعضی از جوانان دیگه هم برای ادامه تحصیل و پس از اون یافتن کار مناسب به شهرها مهاجرت میکنن. از روستای رشکین تا قزوین 70 کیلومتر فاصله است و حدود 100 خانوار در این روستا زندگی می کنند. به مانند بسیاری از روستاهای دیگه در استان قزوین، تعداد قابل توجهی از اهالی روستای رشکین به شهر مهاجرت کردند که درصد بیشترشون مربوط به افراد جوانتره. نام چشمه معروف روستای رشکین قبدری دره است. روستای رشکین هم از جمله روستاهایی به حساب میاد که در گذشته ها آسیاب آبی داشت و مردم از اطراف برای آرد کردن محصولاتشون به اینجا می اومدن. همشو خالی کنم میگه. اولش میزه یه ذره خشک‌تر شه، بعد آره باید قشنگ داغ شه. داره
بریزیم؟ شما دستتون رو بکنم. الله هم بزن سمیم بزن. بده من. خیلی داغه. باشو هم کشی که بدیم هم. بزنم بزنم چون میدونم خیلی داغه. داریم روی آتیش فندق رو برشتش میکنیم و به زبان محلی بهش میگن شور و فندق. درسته؟ شور و فندق. خیلی از مراسم از این فندق شور شده و برشته استفاده میکنن، مثل شب چله مثلا، وقتی که میخوان عروس ببرن تو عروسی ها و مخصوصاً شبای عید باستانی ما، شبای عید نوروز. هم بزنم؟ آره. آتیشو کم کنم؟ باید آتیشو بکشی بیرون یه ذره. اینقدر شما نمک می‌ریزی توش؟ آره. همش جذبش که نمیشه. همون جذبش نمیشه. همه چون آب و نمکه میره تو فقط مزه. آره. کلی هم تهنشین شده اصلا، میچسبه زیرش. حدوداً نیم ساعت مواظب و همش بذاریم تا خشک بشه و یه ذره یه دفعه کنیم مثل من یه ذره می‌سوزه دیگه. تشتی که میذاریم مثلا کاری کنیم یه نیم ساعت رو میشه. مثلا من سه در کار کنیم کنیم مثلا این سواد هم که هنر دست همسر شماست دیگه. شما هیچ وقت خودتون نمیبافین؟ نه من سن نکردم ببافم. چرا زنم میبافم بسیار بلدن. رنگش هم قشنگه. آره رنگش هم قشنگه. این هنر دست آقای حداد دیگه، همسر خانم حداد و پسر عموی خانم حداد. دست شما رو بگم. بالاخره بعد از حدوداً نیم ساعت 45 دقیقه این فندقا برشته شد و الان باید خنک بشه تا ما بتونیم امتحانش کنیم ببینیم که چه مزه‌ایه. شما معلوم که اذیت شدین ها. صورت شما مثل صورت ما همیشه سرخ شده. دست شما درد نکنه. عالیه. خوش شده؟ تقریبا چون همین زر داغم هست. آره بمونه زر بمونه. آره سرکشه. آره الان دونه دونه این فندقا رو میزنید یه ترک کوچیک بر میداره. بله. با دست هاونگ با چی میزنید؟ با قنشکن رو سنگ. رو سنگ هر دونه دونه. آره دون دونه باید ترک بدیم بعد میذاریم خشک میشه. میذاریم زیر کرسی قشنگ یه ذره خوش میده. میریزیم تو کیسه میذاریم زیر کرسی قشنگ خشک شد نمش گرفته شد میاریم اینجا. بعد قشنگ اینجا یه ذره دیگه خوش میکنیم خیلی قشنگ سرخ شد آب نمک رو میریزیم. بعد دیگه مرحله آخرش اینه که چه این معجونی درست میشه. عروسی ها استفاده میکنیم برای شب عید استفاده میکنیم برای شب چله استفاده میکنیم. وضعتون خوبه باور کن. خوب شده؟ عالی شد. من فکر میکنم نمک خیلی زیاده و خیلی شون شده. نه زیاد جذبش نشد. زیاد جذبش نمیشه اما آب نمکی که یه ذره میریزیم فقط میره. نمک هم بیرون. آب نمک میره داخلش. آره. این لباس محلی خودتونه دیگه درسته؟ کجا میدوزین اینا رو؟ همین خیاط محلمون میدوزن. تو محل میدوزن. این سکاش قدیمی هم؟ قدیمی تمام سکه آره. قدیمی هم نیست. چرا قدیمی خیلی حتی اقل مال 40 سال پیشه.
آره برای قبل خیلی سنگینه. خیلی سنگینه. پشتش هم داره دیگه تا اینجا. آها کمرش هم تا اینجا. پشتش هم تا اینجا داره. بازم خدا رو شکر الان بالاخره کسی مثل شما دوست دارن و این همین که میدوزین و میپوشین استفاده میشه خیلی خوبه دیگه. یه میله‌ای بود نوکش تیز تیز بود. بعد رو چوب می‌ذاشتیم روشو می‌کوبیدیم واقعا میشه اون پولا رو سوراخ میکردیم دیگه. اصلا اون دستگاه برای پول سوراخ آره، کردن آره اون یه تیکه میله برای پول سوراخ کردن اینجا میذاشتیم از میکوبیدیم پول سوراخ دونه پول سوراخ میکردیم نه رو خودمون سوراخ کردیم پولا رو بعد خودمون انداختیم علاوه اینکه اون پولها با ارزشه این لباس این شکل این که لباس بومی رو حفظ کردید خیلی خیلی این کار نفس کار خیلی با ارزشه اون چادر شب که مال همین جهاز این چادر شب آره چادر شب همینجا مادر بزرگ من میبافته قدیما از این پاچال ها داشت بهش میگیم پاچال پاچال های ابریشمه اینا یا نه نخه پنبه این ابریشمه ابریشم که اون وقتا نغون آره. داری داشتن همینجا خودشون نغون داری داشتن خودشون برمیداشتن چادر شب همینجا بزن هیچ چیزی رنگش هم همینجا میشه رنگش هم همینجا همش هم طبیعی بود دیگه طبیعی چند سال الان انجام نمیشه؟ 40 سال 50 سال دیگه اصلا 40-50 ساله هیچ که این کار نمیکنه اصلا یعنی قشنگ دستگاهاشون هم محو شد اصلا حساب کنین بودن 40-50 ساله که نوغانداری کامل از بین رفته و دیگه اصلا نخ ابریشم هم درست نمیشه و رنگرزیش انجام نمیشه پارچه بافیش انجام نمیشه و اصلا دستگاهش هم دیگه وجود نداره شما خودتون صابخونه ای تعارف میکنین ها اون تست شما را نگونه خیلی ممنون خواهش میکنم صوب سرمو بشان گامانی دون بار سبوره پس قده بر بگوده یه تلاکو پیش دبا مهونی دون بار سبوره پس قده بر بگوده دوت بالنگای داشت هر دای میکول بار سبوره پس قده بر یه تامو گاز بزن یه تامی آب را سبوره پس این قده بر بگونه تیغه یه بار بر سبوره ده برشیم بوها سبوره الان ها چی مقده سبوره اصلی ترین رودخانه‌ای که مردم چند روستا از آب زلالش بهره‌مند میشن رودخانه خاروده که اهالی منطقه احترام ویژه‌ای برای این رودخانه قائلن. فاصله تقریبی روستای روح‌آباد تا قزوین 66 کیلومتره و حدود 60 خانوار در این روستا زندگی می‌کنند. به لحاظ ظاهری این روستا هم خوشبختانه تا اندازه نسبتاً قابل توجهی معماری بومی و خاصش رو حفظ کرده و زیبایی‌های اون از دور دست رخنمایی می‌کنه. در روستای روح‌آباد چشمه‌ای قرار داره که به اون گروچشمه میگن. محصولات کشاورزی و باقی اصلی در این روستا هم مثل سایر روستاهای اطراف فندق و زغالخته است. Thank you.
امشب قرار مهمان یک پیرمرد و پیرزن خیلی خوب و مهربان باشیم در بالای یک تپه. یک کلبه‌ای دارن که از روستای فش تقریبا یک مقدار فاصله داره و هنوز به اونجا آب کشیده نشده، برق کشیده نشده و گاز و اینجور چیزا ندارن. تنها چیزی که براشون تونستن بهشون برسونن و تنها امکانی که براشون تونستن مهیا کنن لوله کشی آب چشمه است که از بالا دست این آب چشمه رو تا خونهشون تونستن بیارن. حالا قراره که بریم پیششون ببینیم که امشب چقدر میتونیم مهمانشون باشیم. این مسیر وسط جنگل و مسیر کوهستانی خیلی تعجب آوره که این همه زباله ریختن جایی که اصلا رفت و آمد اونچنانی هم انجام نمیشه. نمیدونم یا این سمت ها میان، احتمالا برای اوقات فراغت یک سری افراد میان اینجا و این همه زباله. تو طول مسیر هم زباله زیاد دیدیم و به راحتی اینها رو در طبیعت رها میکنن بدون هیچ احساس مسئولیتی و انقدر طبیعت رو آلوده میکنن. اینها رو یه جایی یه گوشه جمع میکنیم که موقع برگشت بتونیم اینها رو ببریم به روستا تا وسط طبیعت به این شکل رها نباشن. خیلی جای تأسفه. این گل پامچال یا همون بچه بچای خیلی خوشتم و خیلی معطره. واقعا آدم از خوردنش سیر نمیشه. بریم که داره غروب میشه تا به اونجا نمیرسیم. بالاخره پس از یک پیاده روی خوب و طی یک مسافت نچندان طولانی به این خونه روستایی وسط کوه و جنگل رسیدیم. خونه‌ای که درش یک زوج سال خورده زندگی میکنن. به اینجا میگن کولی سر، خونه‌ای که بالای یک تپه مانند ساخته شده. یا الله. سلام علیکم. خودی چه روز از این بود تازه آمده. چرا برای چی؟ مریض. مشکل چی بود؟ مریض خود قلبش رو زدم بیابان دیر که از منو با میداد در مرگ رو میترسید منو با همینی آمدن به امام منو بهت بچه قدیم با آمبولانس بردن ها؟ با آمبولانس. مادر دلش میخواد بره پایین ها، میخواد بره تو روستا. امکانات میخواد نداریم حسیم. من سرسیده میگوین نمیمونم پلوت. اینجا نمیمونم. نمیمونم. من بر بیار تلویزیون بذار بمونم. شما حالی کنید. او بر بسرسیم. نه دلش میخواد دیگه ما نمیتونیم. پیرمن. پیرزن هستیم. الان پیرادم حالت بچه را دارد. بچه ای من محل است. من خودم آمادم سر و باغ اینجا. خانک درست کردم. به شورای گفتم بابا یه ذره برقم به ما بدیم. همکاری نکردم با من. برای شما. الان باغ اطراف هم مال شماست دیگه. همینجا باغ منه. پایین باغ منه. بیشتر چی داره این زغالخته و فندق؟ مال ما همینه سیر جان. اخز زغال است و فندق و گردو و همینا. بخور الان. عالیه اینا. بله اینا هم. با اجازتون. این هم عربه است. ما میگوییم عربه. عربه. عربه بله. شمال است. آره این خرمالو وحشیه. آها. حدوداً 60 ساله که
مشبهار مرادی، این اسم زیبایی داره، مشبهار مرادی. اسمتون خیلی قشنگه. تو مغزان رو بخشونم. هرمون چون اومدن اینجا ساکن شدن، از روستایی خورده فاصله گرفتن و در دل طبیعت زندگی میکنن. یه خورده سختشونه و میگن چون بچه هاشون، نوه هاشون تو روستا هستن، امکانات اولیه رو دارن، برایشون سخته و چون یه خورده هم سال خورده هستن دیگه الان برایشون یه ذره غیر قابل تحمل شده. البته یکی از نوه هاشون انقدر با محبته که من شنیدم همیشه به اینجا میان و بهشون سر میزنن. همیشه قلبی من زدن، آتش ریختن برای من، چراغ روشن کردن. انشالله سلامت باشه. اینجا گاو دارن. آره یه دونه هم گاو دارن اینجا. یه گاو شیردست دیگه. نه اوسال داره، حالا نه اوساله داره. با اینکه اواخر زمستونه و دو سه هفته بیشتر به عید نمونده، این میوه های پاییزی همچنان تر و تازه و خیلی خیلی خوشمزه باقی مونده و خراب نشده. خیلی خرمالوی وحشی اگر به موقع چیده بشه مزه خوبی داره. لحاف کرسی خیلی خوبه، تمامش از پشم گوسفنده دیگه. تمامش از پشم گوسفنده و این هم اولش من اصلا متوجه نشدم که این دست بافه. الان درست نمیکنم. خودتون این خودش ریخته. یعنی خودم ریسیدمش. برشتم یعنی ریسیدمش. الان اینجوریه که نریسه. نمیریسه نه؟ حرف نریسه، من برشتم. ما چی؟ انشاءالله سلامت باشید. پنج تا ما درست کردم همینجوری. پنج تا مثل این؟ مثل این، بله. پنج تا مثل این؟ این شکر را بیم، شلاب بیم، تفر بچه و عروس بچه های تو من اینجا دیستم. انشاءالله سلامت باشید. میگن چشمم نمیبینه، گوشم نمیشنوه و پاهام هم سوز شده و زیاد قدرت راه رفتن ندارم. دنیا چه ازش داره؟ منو ببین. از معدن رفتم، نمک آوردم، اشکبر رفتم. شنیدم که اونجا معدن نمک داره. آخه اینقدر اینجا ها سرسبز، آدم فکر نمی کنه وسط این سرسبزی نمک هم باشه. از اون سمت رد شدیم. چقدر جالبه که از معدن نمک می آوردن با قاطر و می بردن به اشکبرات و از اونها گندم و جو می گرفتن، یعنی معامله پایا پای انجام می شد. نداشتیم. اون چند سال پیش؟ 50 سال پیش. الان خواهر الحمدلله فراوانی همه چی هست، اما خوب. خدا رو شکر. فراوانی الان خوب است، اما مردمانش خوب نیست. عوض شدن. مشبهار، از قدیما بگید. از عروسی بگید، از مراسم بگید، از جشن هاتون بگین. جشن های ما خوب بود. میاشین عروسی می نشستیم. ساز و دهل داشتن؟ ساز و دهل، شو وقت هم خرج می خوردیم. 8 تومن می دادیم. همین برای غلامزاده شباب من خودم عروسی کردم. بزرگتر این محل آمد 8 تومن داد با یه نوه. اما همین 5 تومن و 4 تومن و 10 تومن دیگه آخری. هدیه می دادن تو عروسی؟ هدیه من هدیه هدیه می دادن. قدیم شنیدم که به جای بلنگو مردم روی پشت بوم خونه‌های بلند می‌رفتن و جارچی اسمشون بود و جار می‌زدن و مردم رو دعوت می‌کردن. اونا چطور بود؟ اونا رو برای ما توضیح بدین. روزه نگه می‌داشتن. می‌رفتن پشت بوم اذان می‌زدن. پاکار داشتیم. پاکار به اون جارچی می‌گفتین؟ آها بله. می‌رفت سر بوم جار می‌زد. اسم قشنگی داشت، پاکار. پاکار بله. فردا میخوام بریم جو دجو جو برداریم، پاک کنیم، تمیز کنیم، آب بیاریم. این کسی که جار میزد رو پشت بوم صدای خیلی خوبی داشت و اطلاعاتی که میخواست به روستایی ها بده، اگر کاری پیش میومد، اگر اتفاق خاصی پیش میومد اعلام میکرد و مردم رو جمع میکرد. مثلا در کنار فلان رودخونه، کنار خونه کتخدا جمع شد، کنار خونه کتخدا داخل مسجد جمع میشن و از اون اتفاقات مطلع بشن و مثلا بیان جوب رو تمیز بکنن. فصل کشاورزی نزدیک بود تا اینکه آبیاری هم راحت تر باشه. کافیه اینی که میبینید اینقدر شکل عجیب غریبی داره، شکمبه گوسفنده. قبلن یک گوسفند رو از گله انتخاب میکردن و تا میتونستن بهش میرسیدن و اونو پروارش میکردن، جو میدادیم،
بله پروار پروار میشد. پروار پروار بودن چند کیلو میشد؟ تقریبا 40 کیلو. بیشتر میشد. 35 کیلو 40 کیلو. ها 35 کیلو وزن نیست که. ما گوسفندای ما خب بومیه کوچیک. کوچیک بودن. گوسفند رو پروارش میکردن خیلی بهش میرسیدن، بعد همون گوسفند رو از میونه گله سر میبریدن و ازش یک غذایی درست میکردن به اسم قرمه. گوشتش و چربیش و همه رو با هم دیگه میپختن و داخل این میریختن اون قرمه رو و برای فصلهای مختلف مثل فصل پاییز و زمستان چون یخچال نداشتن از همین استفاده میکردن و به هیچ وجه خراب نمیشد. حالا قراره که ما یک وعده از این بخوریم ببینیم که چطوره. میذارمش اینجا و اولین بار من خیلی جا شنیدم اینو ولی هیچ وقت ندیده بودم و آره هیچ وقت ندیدم. ولی یه لقمه بخوریم این چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نوشی جانت بفرمایید. بفرمایید باش خانم. ما آقا میرکن شما بفرمایید. شما بفرمایید نوشی جانت. همه این چربی هاشه دیگه درسته؟ بله این مال گوسفنده، چربی هاش مال گوسفنده دیگه. همش از پیو چربیشه که یه حتی چاخ نداره منم برو بله همین گره قرمه ساگیم نهمه جا بخوریم یه حتی چاخ نداره بله. به گوست بنهام یا یادان مرغ بنهام به چاره ندارم نکنم میریزین داخل میان یخچال نداریم که من بخوام مثلا مرغ و گوشت و اینا رو داخلش به صورت تازه نگه دارم. فقط تنها راهش اینه که قرمه رو درست کنن و اینطوری میگن بیابان و کبیر وسط این جای سبز رو خوشتا کردم به بیالوم بخوره چی بکنم پیراده مستیم دا جرسی خواهیم خیلی خوشمال هست قدیم خیلی اینو درست میکردیم ما اون از که چشم ما هست الان ما تو برو از اون آهوجان تا کله علمور ببین اگه یه دونی گیر آوردی اصلا جایزه است گیر نمیاد نیست شکنبه گوسفند دیگه بله شکنبه گوسفند بادش میکنن تو آفتاب خوش میشه بعد داخلش میریزن آشخال ریختیم آشخال خوب کردیم خوش فوت میکنید خوش میشه بعد داخلش میریزن داخل. چند ساعت طول میکشه اون گوشت پخته بشه اون تقریبا یه ساعت نیم خوزی میشه سر اون کله میذاشتیم و هیزم میچیدیم با هیزم میپختیم این چند ماه پیش پختنش؟ این الان نزدیک سه ماه میشد سه ماه؟ سه ماه بعد دست شما درد نکنم خیلی هم خوشمزه بود دست شما درد نکنم هم بخواب بفرم آش خانم بخواب تا شما بخواب بخواب ممنون قربون شما بفرم چهره میارم بخورم 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 دندون میگه ندارم؟ نه میگوید بال من درد میکنم دستش درد میکنم؟ دستش درد میکنم پیراده میمیدد اصلا درد میکنم بال درد میکنم لنگ درد میکنم آدم پیر معلوم نیست خواب به پا میگین لینگ؟ لنگ لنگ ما میگویم اینجا لنگ پا میگویم لنگ این لنگ من است از این زانی تا اینجا بی خود اینجا درد میکنه دیگه چون خواب برم بیرون نمیتوانم بدور از آلودگی های صوتی در شهرهای مختلف و حتی هیاهوی روستاها انسانها به دنبال یک جای دنج و خلوت هستند تا به اندازه‌ای که دلشون میخواد به یک آرامش نسبی برسن فکر میکنم یکی از بهترین جاها و ایدئال ترین مکانهایی که میشه پیدا کرد همین جایی که ما الان درش قرار داریم حالا ما این شب مهمان مشبهار مرادی بودیم و مهمانی بسیار بسیار خوبی بود میزبان بسیار عالی بودن برای ما قراره که امشب اینجا استراحت بکنیم و فکر میکنم در زیر این کرسی زغالی استراحت خیلی خوب و دلچسبی رو خواهیم داشت الهی کوه سر گیگه
گرده بیران تی بلرم نیسه دل بره نازنی نمگشت خسته تی بلرم نیسه رای رمسه از املا کن تی بلرم نیسه از املا کن بلند نیسه از املا Çimekte